چه چجوه من؟ بگم خواب دیدی لابود، خوابت خوش موقع بود. خوش موقع بود، پاشو وقت اذان نمازت قضا نشه. برای ویژین امسال حتما کارگر بگیر مجدی، دیگه نمیتونی خودت کار کنی. فکر من تنها نیستی عیب نداره، فکر جون خودت باش. دیرو اسمت خانم اومده بود میگفت بچه هاش تابستونی بیکارن. میگه تو رو خدا اگه مشرب القاسم خواست کارگر بگیره بگو اینا رو بیاد ببره. مردم که هر خودت روی خوش نمیبینن میان به من میگن. با شما مشتی، فهمیدی؟ چی میگی تو؟ میگم امسال اگه خواستی کارگر بگیری ای بچه های اسمت خانم رو ببر. دیروز اومده و سفارش میکرد به من. اونا که بچه هن زن، حواسشون پی بازی گوشیه فقط. حالا آدم بزرگاش از زیر کار در میرن، چه برسه به دوتا بچه 10-12 ساله. دوتا جوان و قلدر میگیرم خیالم راحت. بد قلقی نکن مرد، شوهرش مریضه، سر کارم که نمیتونه بره، دست بالشون هم خالیه، جرأت هم نمی کنم بیان به خودت بگن بنده های خدا. خیلی خوب باش، بذار یکی دو روز دیگه آب بگیریم ببینیم چطور میشه. راستی شبم مهمون داریم از کاشون، تدارک شام ببین. انشالله بتونیم امروز از تو روزنامه ها یه کاری پیدا کنیم دیگه. خدا حالا. سلام باشی. سلام. یه لحظه محمد رضا. میگم میخوای یه صحبتی هم با مشتاق قاسم داشته باشیم؟ نه بابا، این که با این اخلاقش نمیشه بهش رو انداخت. بیا بریم خدا بزرگ. حالا تو روزنامه هم زنی. فکر میکنی بتونیم امروز کار پیدا کنیم؟ امید به خدا.
سلام آقا ساده. سلام، خوبی آقا خانم؟ بابا چطوره؟ سلام همه تو. خواهرت چطوره؟ خلال تو خوبه. تو خوبی؟ هنکه سالمه؟ خوب کار میکنه؟ آره خونه تو من خونه خوبه. زنده باشی خاله جون. خون سلامه به تو. خدا همه. خونه بطول خانومه. تو بخواب راحت باش. بفرمایین تو بطول خانوم. خوش اومدی. مزاحم شدم، چطورین؟ سلام آش خانوم. سلام آقا میتی، حالت خوبه؟ بفرمایین. زحمت نکش، زحمت نکش، راحت باش. مشتاور قاسم چطوره؟ خدا رو شکر اونم خوبه. بگیره دوا درمونت هستی که؟ والا والا پیگیر هستیم دورا دور، ولی از شانس ما مثل اینکه کارخونه و همه سوری بوده، یعنی اصلا قرار نبوده اونجا کارخونه بشه که بخوان ما رو بیمه کنن. فقط یه وام سنگین باید میگرفتن که گرفتن و زمین و چهار دیواری هم ول کردن و رفتن. حالا هر جا رفتم شکایت گفتن برو که یه زمین 50-60 میلیونی ازشون مونده با یه وام میلیاردی. چیزی هم وعده تو نمیشه. ای داد بیداد، مگه میشه اینطور؟ حالا؟ حالا هم خدا بزرگه، راضیم به رضای خودش. درد که ما را نمیکشه آج خانوم، ولی گریه های این زن، این داره از دست میره. نگران نباش، باش حرف میزنم. چه میدونم والا. به خدا شرمنده ام بطول خانم، اوقات شما رو ملکی تلخ کردم. این چه حرفیه؟ تو هم اینی دختر نداشتم میمونی. اومدم بگم مشهدی پیغام داده گفته از چند روز دیگه بچه هات بیام سر کار. راست میگی؟ خدا خیرتون بده، ایشالله که جفتتون عاقبت به خیر بشین به حق امام رضا. زنده باشی ایشالله. انشالله که آقا مهتی هم هرچی زودتر خوب بشه و سایش بالا سرتون باشه. انشالله. اینم پیشخسته کار بچه هاته. مشهدی گفته بعدن از حقوقشون کم میذارم. شرمندم کردین بطول خانم جون. دستتون درد نکنه. میموندین چایی میخوردن. دست درد نکنه، نمیخورم. آقا مهتی خدا حافظ. خدا انشالله هرچی زودتر شفا بده. روح الله مامان. بله ماما. بیا این پولو بگیر، برو دوتا نون بگیر. بابا بیا پاره، بیا پاره، بیا پاره. بابا عمو سلام. اینجوری یه هایی که زهله آدم میتره که. علیک سلام. ببخشید فکر کردم فهمیدی اومدم. چایید براز؟ آماده میشه حالا. عمو غرض از مزاحمت، من زراعتم خیلی وقت آب نخورده، گفتم بیام پیش شما فردا نوبت آبتونه. فردا نوبت تو بدی به من، نوبت من که شد هفته دیگه آبو بدم به شما. زراعت خودم تشنه هستم اونجا. اما من که نگفتم کلن نوبت آب تو بده به من، که نوبت من که شد آب برا شما. الله الله الله. یک کلمه میگی نه میشه شمر زل جوشن، اون وقت میگن بد اخلاقه. عمو جان زمین خودم تشنه است، بیا نگاه کن. خیلی خواه عمو. یه حرفا چی عمو؟ ما که چیزی نگفتیم. نوبت شماست، اختیارشو داری. اصلا نخواستیم، خداحافظ. عباس من فردا آب نمیگیرم، خودت بگیر. نو چرتم بابام گفت برم اکل ممنوسن آب بگیرم و گفتم نه عمو روی من زمین نمیندازه، برای جبران میکنم. خداحافظ. الله اکبر و الحمد لله.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علیکم و رحمت الله. خواب عجیبی دیدی مشتی. این خواب از جانب تویی که یه عمر دادیم بوده که خدا مرگ تو بهت یادآوری کنه. معنیش واضحه. یعنی امسال محرم رو نمیبینم. با هم دست خداست مشتی. تعارف نکنه شیخ. خودم هم همین از این خواب فهمیدم. مشتی خدا خیلی دوست داره که باد این معامله رو کرده. قضا بدون. خودت هم میدونی واسه چی بهت یادآوری کرده. برای گلاب پاشه. باید بسپرمش به یادم مطمئن. قربونش برم بهم اولادم نداد که بعد از خودم بسپرمش دست اولادم و بشه عهد خانوادگی با آقا. به اهلش بسپرمشتی. خیلی هم خوبه. 50 سال گلاب پاشیدی به سر عزاداری آقا. حالا هم اهلش رو پیدا کن و بسپر به یکی که این خودت 50 سال این کارو بکنه. امروز گلابشو از کاشون میارم. عجبم که حکمت خواب شیرشت. مشتی! مشتی بلغاسم! آه! این رفیقت کاشونیه واسط گلاب آورده. اه حاج اصغر گلاب چی؟ خاله بتول منو فرستاد دنبالت. خوش خبر باشی. مشتی میای و من برگردم. اومدم بابا چه قر میزنی تو. اه هولی سب کن اومدم. ای بابا اینم چقدر بد اخلاقه. سلام مشتی. تو هم وقتی خودت میای گلابای ما خاصیتاشون از دست میدن. سالی یه بار که خوش به مشام ما میخوره همین روزه. به 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 جمالت. بوی خوش عطر پارساله شماست که هنوز تمام این آبادی رو گرفته. خیلی خوش اومدی حاج اصغر. زنده باشی. چشممون به جمالت باشه. دیدار. کوچی که دم مشتی. بفرمایید خیلی خوش اومدید. بفرمایید. یا الله. احمد جان ترتیب اینا رو بده. یا الله. بفرمایید. یا الله. آج خانم باز ما رو شرمنده کردی. دست شما درد نکنه. خدا خیرتو بده. والا آج آقا این مشتی ما سالی یه بار اخماشو باز میکنه اون موقعی که شما رو میبینه. ای کاش سال به 12 ما شما اینجا بودی. لا 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 لا. حرفا میزنی ها؟ مگه دروغ میگم؟ آج آقا بفرم. بفرم مشتی. کاش خانم بچه ها رو آورده بودی. ایشالله سال دیگه مزاحمتون میشیم. امسال که خورشت فسنجون شما نصیب خودم تنها شده. از شما چپنهون یه کمی اوره و قند و چربی از این چیزایی که دکترها میگن از اینا دارم. بعد اینکه جواب آزمایشو گرفتیم حاج خانم منو پرهیز میدن. اگه حاج خانم اینجا بود که نمیذاشت من این شکمی از عزا درارم امشب. پس حاج اصغر فعلا که حاج خانم نیست. از فرصت استفاده کن. اینا هم از مایه در رفته دیگه برای ما پول نمیشه که. چقدر هم خوشمزه است. نوش جون شما. دوغ بریزم برای. باج خانم نگفتم. طاقتش کمه. بعد من تنها میمونه. خب اگه اولاد داشتم خیالم راحت بود لااقل تنها نمیمونه.
حاجی خیلی دلم می‌خواست یه بارم شده تو حرم همین امام رضای خودمون گلاب بپاشم، اما دیر رفتم. گفتن 45 سال به بالا رو نمیتونیم بپذیریم. دلم میخواد بعد از من این گلاب آوردن قد نکنی. پول 3-4 سالش امسال خودم بهت میدم. بعد از منم دیگه متصدی هیئت خودش یه فکری میکنه. حرفا چیه میزنی مشتی؟ من گلابایی که تا حالا برات آوردم تمامی برکت باغ ما بوده. من غلام آقا امام حسینم و نوکر خودت، تا زندم برات میارم، با جون دل من برات میارم. عاشق محمد میگفت باید یکی رو پیدا کنم که مطمئن باشه، که اهلش باشه. بعدم این اون دستگاه رو بسپرم دستش. نگرانم، 20 ساله که فکر و ذکرم اینه. 20 ساله تمام. دلم میخواد بعد از من این رسم گلاب پاشیدن به عزاداری هیئت باقی بمونه. همیشه حسرت نداشتن اولاد خوردم، این دفعه بیشتر. اگه اولاد داشتم الان با خیال راحت سرام میذاشتم زمین. چی بگم مشتی؟ من 5 تا اولاد دارم و هیچ کدومشو خیری ندیدم. فکر کردی میان دست من تو رو بگیرن، هر کدوم میرن را دست کار خودش. نگو باشی، اولاد بعدش هم خوبه. بچه های تو هر چقدر که بعد باشن، 120 سال دیگه که سرتو بذاری زمین، مردم میگن خدا بیامرزه حاج اصغر گلابچی رو، مرد خوبی بود. حالا اولادش به همین بهونه برای خودت خدا بیامرزی داری. ای گلاب پاشت، اشتی حکم 5 تا اولاد منو دارم، بده دست اهلش، برو پیکارت، دیگه کاریت نباشه. بد زندگی نکردم، نه دینی دارم برای ادا، نه قرضی دارم برای پس دادن. کارم فقط همینه. ممنون این همه پذیرایی. اشتی مثل هر سال ما رو شرمنده کرده. این چه حرفیه، دشمنت شرمنده حاجی. فقط یادت باشه قرار ما ایشالله تا 3 سال دیگه پابرجا هست. ممنون، ایشالله. بگم حاجی، من دلم میگیره به جز خودت برای کسی دیگه توی آبادی بخوام گلاب بیارم، اون رو چه کنم؟ شما 30 سال داری برای آقا امام حسین گلاب میاری، ایشالله 120 سال دیگه هم همین کار انجام بدی. حالا من باشم یا نباشم چه فرق؟ فقط دعا کن آدم اهلشو گیر بیارم تا با خیال راحت سرمو بذارم زمین. ایشالله که زنده باشی. ایشالله امیدوارم که آقا امام حسین بهت عزت بده. سلامت باش، در پناه خدا. حاج خانم خدا حافظ. خدا نگهدار. مشتی بیا بریم تو. السلام علیکم.
حاج آقا سلام عرض کرد. بس دیگه. مسجد یه مکبر بیشتر نمیخواد که. برین داخل. ما شب القاسم بلکن بچه هم کم بدخلقی کن با خلق الله بنده خدا. حاج آقا اینقدر سرصدا میکنم آدم یادش میره چی میخواست بگه. یادم رفت. میخواستم خواهش کنم امشب با عیال تشبیهانی خونه ما شام در خدمت باشیم. چه خبره؟ مزاحم نمیشیم؟ خیر انشالله. میخوام مالمو حلال کنم، حساب کتاب خمس و زکات هم انجام بده. امسال به سال شهری نمیرسه. هرچی خدا با هایی علا سلام. آره بندگان خدا، امروز اومده بودن پیش من، میگفتن چند روز از صبح تا شب میرن پی کار، یه هفته قبل محرم عروسیشونه، هر دوشون هم بیکارن. خلاصه اگه کار براشون جور نشه عروسیشون عقب میندازه. ای بابا، پسر مش قدرت دختر رضا بزازو گرفته. بله هر دوشون هم تحصیل کرده. پرده زنگی میزنم به هاش طاهری، اگه بتونه شاید یه کاری ولو به صورت موقت تو این صندوق قرضالحسنه جور کنه براشون. حاج آقا بفرم. خدا خیرت بده، دست شما در نکنه، همشیر زحمت باشی. چه زحمتی؟ وظیفه شونه. چی شد این حساب کتاب ما با استاد کریم؟ عرض کنم خدمت شما کشاورزیتی که نوشتم حسابش هم انجام شد. پول کنار گذاشته چقدر داری که یک سال استفاده نکرده باشی؟ دیگه همون خرج کفن و دفنم 3 میلیون تومان. حاج خانم طلای کنار گذاشته داره که استفاده نکرده باشه؟ نه بند خدا، اونایی که دستشه دیگه. زکات مالتون تا آخر امسال که الان نیمه اونی میشه حدوداً 600,000 تومان. بله. خمسم به مال تعلق نمیگیره، ولی مبلغی رو بذار واسه احتیاط. بله حاج آقا، 1 میلیون تومانه. خدا خیرت. حالا خیالم یه مقدار راحت شد، فقط مونده وصیت نامه و اون گلاب پاش. وصیتی که زبونی به آش خانوم گفتم، گلاب پاش هم میمونه برای عباس. انشالله خیره، جوان خوبیه. باهاش صحبت کردی؟ نه حرفی نزدم. زیاد مسجد ندیدمش. الان یه مقدار درگیر این باقی هم که جدید خریدن. یه چیزی رو هم دلم نمیاد بهت نگم. بفهمی مشتی، تو از بزرگای این آبادی هستی، تو حلال کردن مالت همیشه نفر اول بودی، کم کار خیر نکردی، کم نون به این اون نرسوندی. میدونم چند تا از معتادای این محل رو فرستادی کمپ و با خرج خودت برشون گردوندی سر زندگی، و الان بالای سر زن بچهشون داغودن. 50 اندی سال نوکری آقا امام حسین رو کردی. شما لطف داری. ولی مشتی، اون دنیا تو باختی اگه اخلاقتو خوب نکنی با خلق الله. خود دانی. یا الله، حاج خانم تشریف بیارید بریم که واسه نماز صبح خواب نمونیم. خدای نکرد. حالا کجا با این عجله چایتونم نخوردین آقا؟ زحمت دادی. اصلا شب همینجا بمونی سخت بگذرونی. زنده باشی، خدا خیرت بده. تشریف میارید حاج خانم؟ دستتون درد نکنه حاج خانم. زحمت کشیدید. شما هم تشریف بیارید. تشریف باشید. آج خانم خدا خیرتون بده، زحمت دادیم. آج آقا دستتون در نکنیم. سلامت باشین، تعارف داریم میکنیم، میموندین همینجا. سلامت باشین. سلامت باشین. شب شما آمد. خواهش. خیلی خوش اومدیم. خدا حافظ. خدا نگهدار.
خمس و زکات داشتی مگه مومشتی؟ هنو که سر سال نشده. در تو چیکار به این کارا داری؟ حساب سال ما مونده 5-6 ماه دیگه. یه حساب کتاب با حاجی داشتم مسجد نمیشد گفتم بیاد اینجا. نشد یه سوال ازت بپرسیم تو با سر و صدا جواب ما رو ندی. ای خدا شو. وقت میگن چرا بدک بود؟ بیا ببین دیگه. چرا صبحانه‌تو نمی‌خوری مرد؟ چند روز طولکی؟ چیزی شده؟ نکنه آفت افتاده به مزرعه؟ زبونه تو گاز بگیر زن؟ این حرفا چه میزنی اول صبحی؟ چه میدونم والا؟ پچته؟ بعد چه سال زندگی اگه من نشناسمت دیگه هیچی؟ هی گذاشت یه لومنون به بچه های اسمت خانم بگو از امروز بیان سر کار. خدا خیرت بده من. چند روز قرصاتو نخوردی؟ بیا بگیر بخور عزیزم. زود باشین دیگه قربونتون برم من. دیرتون میشه. بدون چای که لقمه پایین نمیره. چایی الان طول میکشه آماده شه. زور که برگردی برای چایی هم درست میکنم. بسته اینقدر قور نزن پاشو بری. بیا اینم بگیر ببر سر مزرعه با خودت بخور ضعف نکنی. بیا اینم تو ببر. نمیخوام نمیره پایین. قربونت برم من با آب بخور میره پایین. دورت بگردم پاشو برو. مراقب خودتون باشین. خدافظ. خدافظ. کلمن یادتون نره دم دره. سلام. صبح بخیر. بیدار شدی؟ بیدار بودم. خب چرا پا نشدیم با بچه ها یه لقمه نون بخوریم؟ از صبح که بطل خانم اومد گفت بچه ها را صدا کن برن مزرعه. دارم با خودم فکر میکنم که چه گناهی از من سر زده که بچه ها یعنی قد و نیم قدم باید خرجم رو در بیارم. نگران نباش مرد. درست بچه هن. ولی غیرتشون به خودت رفت. اینم از این برای چی؟ نمیخواد ببین منو این دفعه هم مهمون منی برو به سلامت. برو تامدا. دشمنت شرمنده. بابا اینا دارو دارن؟ آه. هر موقع تام کنه خبر بده. باز. برو به سلامت. خدا حافظ. خدا حافظ. والا ما دو سه هفته دیگه اینجا کار داریم ما شبا زود بخوابیم که روز اینجا چرت نزنیم. کارگری که سر کار چرت بزنه یعنی نمیخواد کار کنه.
اگه مشتی به فهم خوابت میاد به اردنگی میندازتمون بیرون، میره کارگر میاره. بفهم دستت درد نکنه. میگم ها، برای فردا صبح یکم نونپنیر و گوجه و خیار بذار ببرم صبح سر مزرعه. این بچه ها طفل معصوم هم گشنه بودن. وا، تو که تا حالا عادت نداشتی چاشت بدی به کارگرات. خب اگه سختت خودم میرم از بقالی چیزی میگیرم ببرم. چرا ترش میکنی؟ مگه خدامه؟ بنده ها خدا بذار بخورن جون داشته باشن کار کنن. صبح نون تازه میگیرم، پنیر خیار و گوجه هم میذارم. چشم. تو ما یه حرف میزنیم همه سرمون تو آت بزنیم. بطول خانم، شب تلویزیون برنامه نشون میداد، آقای به خانومه گفتش که ای تو نبودی میدونستی چه اتفاقی برای من میفتاد. خانومه گفت چی؟ آقای گفت یا شب میمردم یا روز. والا بله باشین بیاین چایش تازره. الان میان مشی که دست درد نکنه مشتی. بسه در نکنم عشدی جونه تو بخورین بخورین. رولا من میرم تا جایی رو برمیگردم، شما هم چاشتتون رو خوردین نشینین، زود جمع کنین و برین سر کار. نیومدی هم اشکال نداره عشدی، ما تا 12:30 یک کار میکنیم، خیالت راحت باشه. نه زود برمیگردم. بذارش بخون، الان باید چایی هم میریزم. سلام مراد جان، خسته نباشی. خوبی بابا؟ سلام عمو. سلام عمو جان. چه اومدی؟ بری عباس. الحمدلله. خسته نباشی. خیلی شلون از این مرا؟ کارت دارم عمو جان. یه چند روزیه که تو فکرم. گفتم بیام خودم باهات صحبت کنم. خیلی خوب کاری کردی. زنم اینا چطورن؟ خوبن؟ خوبن. همه خوبن. سلام دعا دارم خدمت شما. امسال گوجه کاشتی فرات؟ والا یه خود فلفل و بادمجون هم هست اومد کاشتم. بشین چایی رو وسط بریزم بیام. اما زحمت نکش، یه دو دقیقه میخوام هم حرف بزنیم برم. من این خوب کاری کردی اومدی، یا خیلی وقت ما سر نزده بودی. کار خیلی مهمی باید دارم. خیلی ایشالله، ولی نوبت آب یه 5-6 روز دیگه است.
میدونم خیلی مهم نیست. چی؟ من دیگه سن و سالی ازم گذشته. این چهار تا بیلی هم که گاهی زر زمین میزنم اون حل کرد. موندم از امسال گلاب پاش هیئتو چجوری بندازم رو دوشم. خب نذار عمو جان، مگه مجبوری؟ مردم گلاب میخوان چیکار؟ وایسه مثل آقای من جلوی هیئت سینه تو بزن. ول کن، چه کاریه هی فست و فست و فست و فست گلاب میپاشی تو سر و صورت مردم که چی بشه آخه؟ بیکاری مگه؟ چند وقت بود میخواستم بگم عمو جان گلاب پاشی دیگه مناسب سن و سال شما نیست، مناسب وضعیت شما نیست، شما باید سنگین و رنگین وایسی جلوی هیئت آقایی تو بکنی. شما نمیخواد به من یاد بدی چطور سنگین باشم و چطور رنگین؟ موجنی امام حسینم سنگین رنگین نمیشناسه عمو جان. عمو چی شد؟ زنده داشت والا بلا موقع کار کردن این بابا نیستی، باید استراحت کنه، آخه یه جون و جلوه کار کردن رو داره. این دوا رو بهش دادی؟ ندادی، اگه دادی بودی که اینجوری نمیشد. خدا رو شو چشماشم باز کرد. ببین زنده داشت چی بهت میگم، یه چند روزی نذار بیا سر مزرعه، ای باید استراحت کنه، میفهمی؟ استراحت باید کنه. دل خوش داری شما هم، مگه حرف گوش میده؟ بهتری داداش؟ خوب خوب خدا رو شکر. داداش من به زن داداش گفتم یه چند روزی سر زمین نیا، اصلا این زمین سال دیگه اجاره بده و خودت راحت کن. چرا اینجوری میکنی با خودت؟ ها؟ به خودم اینجوری بهتره، حتما این کارو بکن، این دواهاش هم حتما سر موقع بش بده. خلاصه ما گفتن یا رو گفتیم، خودتون میدونید. یا تشریف داشته باشید، نهارمون حاضره به خدا. سلام عباس شون، زنمون تشریف داشته باشید، نهارمون حاضره به خدا. دست شما در خدا. حافظ. خداحافظ. خداحافظ داداش. خدا. کاری داشتی من خبر بزن. خب باشه زنمون جون، خداحافظ. خداحافظ. من دیگه سفارش نکنم. شما الحمدلله خدا رو شکر که دیگه ندار نیستین که. بابا زندگیتون رو بکنید. حواست بهش باشه زنده داشت. خدا حافظ. باشه چند. کارم داشتی بگو تا بگم عباس بیار. خدا حافظ زنم. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام خاله. سلام پسرم، خسته نباشی. سلامت باشی. خاله چیزه؟ چی شده؟ مشی رفت دیگه نیومد. ما هم کار کردیم. ساعت نزدیک یک شد، ما هم دیگه اومدیم. حالا نیا دوامون کنه مشتی. نه خاله جم، مشهدی حال نداره. خوب کاری کردین. برید نهارتون رو بخورید و بعد از آن بریم بقیه کاراتون رو بکنید. باشه، ما ساعت 4 میریم مزرعه. خیر پیش، دستتون درد نکنه. چه پسرای گلی. اسمت خانمو سلام برسونین. چشم، خدا حافظ. خدا حافظ. این شماره هاش تاهری رو بگیر تلفن رو بده من. بگی بخواب من. چی کار داری آره با هاش تاهری؟ بذار واسه بعدم. وقتی میگن تلفن رو بده، بده اینقدر حرف نبر زن. حالا من خیلی خوبه. الو سلام آج آقا، احوال شما؟
بهترم بد نبینی. حاجی یه زحمتی داشتم برات، برای دوتا جوان که به تازگی به کار شدن هفته دیگه عروسیشونه، تو باقیات و سالات تو کار چیزی داری؟ تو رو خدا شما باش صحبت. این داداش من حرفی هیچ کسی رو که نخونه، حرفی شما رو میخونه. واقعیت اینه که من نگرانش هستم. درسته که میونه خوبی با من نداره، یعنی با هیچ کس ندارم، اما بالاخره برادر منه. حساسیتش با این اخلاقش اگه گوش منو بخوره، من استخونش دور نمیریزم. کبلایی جان، مشعب القاسم برادر شما بود، دوست چندین ساله من. البته البته آجی. از شما چه پنهون، چند وقت پیش اومد پیش من، خودش با من صحبت کرد، نگرانش نباش. یعنی تصمیم گرفته که دیگه کشاورزی نکنه؟ خدا از دهنتون بشنوه حاجی. هرچی خدا بخواد همون میشه. خدا خیر بده. شما بی زحمت عباس آقا رو بفرست پیش من. بله بله. میخوام باهاش حرف بزنم. چش رو چشم حتما. زنده باش. بفرمایید. خدا خیرتون بده حاجی. خیالم راحت کردی. دستتون درد نکنه. جامو پیرون پهن کن، اینجا قلبم گرفت. باش. یه ذره آب اضافه کنم علاتش بهتر میشه. صبر کن یکم دیگه گچ اضافه کن. خیلی بذار به همش بزنی. صبر. حالا برید. سلام به عباس آقای گل گلاب. چطوری پسر؟ الحمدلله مخلصی. شما چه راج آقا؟ برین طرف هم رم کمک بچه ها میکنم. واسه شما جوان ها کارهای سختری هست که باید انجام بدید. اینجور کارا مال ما پیر مرداست. دست شما درد نکنه دیگه، تیکه میندازیم ها؟ نه اتفاقا کاملا جدی میگم. عباس آقا میخواستم راجع به عمود با صحبت کنم. عمود حالش خوب نیست. میدونم آشخ، تو گلخونه پیش من بود، داشت میمد بیرون، حالش به هم خود، ما رسوندیمش خونه. عباس آقا عمود حالش زیاد خوب نیست. یعنی چی؟ مشعب القاسم نگران گلاب پاشیشه، میخواست بسپاره به تو، ولی من بهش نگفتم که تو دلت جای دیگه گیره. شما کجا میدین عاشق؟ مهم نیست، اون عشقت هم پاکه، وگرنه تا الان به تذکر داده بودم حتما. سه ساله که میخوام با آقام بگم عاشق، ولی میترسم بگه نه. وقتی هم که عموم از محل بیرونشون کرد که دیگه بدتر. من عمومو دوست دارم عاشق، خیلی هم دوستش دارم، ولی ازش دلگیرم. دو ساله که دلگیرم. میدونم به خاطر این دختر تا الان نرفتی شهر، وگرنه تو هم تا حالا این داداشت رفته بودی. خاطر آقا مینام از که نرفتم. عمود میخواست از امسال گلاب پاشی رو بده به تو. به من؟ شما که دیگه خودت بهتر میدونی عاشق.
من وقت نمی کنم، هزار تا کار دارم. از همون احتمالاً یه جوری بهت گفته و متوجه بیمیلی تو شده. عاشق عموم چیزیشه؟ بهش کمک کن یه آدم خوب و مطمئن پیدا کنه. زیاد وقت نداره. چند روز که بیشتر نیست، باید خوب خودمون رو نشون بدیم. باشه تو یکم فوتبال باز کنی. فوتبال چیه؟ در عوض امروز مشی نمیاد سر کار. خوبه که نمیاد، وقتی که میاد من حتی نمیتونم یه لیوان آب بخورم. خوبه که بچه نداره، اگرنه بیچاره بودم بچه هاش. حسن شدی بسه دو سال خود تعلق شد تموم شد یه سرشون برو بگو دوستش داری. با چه روی بهش برم میگم دوستش دارم حسن؟ با این کاری که عموم کرده. برو با عموم صحبت کن درستش. امشب باید برم پیشش. بریم. الهی صد هزار بار شکرت. دست درد میشیم. یا الله یا الله. سلام. سلام. سلام چطوری عباس؟ میام اونجا. قربانه شما خوبی؟ خیلی ممنون. شما خوردی؟ من خوردم. دست شما درد. تعارف نکنی عمو جان. نه بابا این حرفا چی؟ دست شما درد. بهتری الحمدلله. الهی شکر. ها؟ خیر باشه. گفتم میام سربت بزنم ببینم احوالت چطوره. اگه میخوای استراحت کنی برم مزاحمت نشم. نه عمو جان استراحت کجا؟ یه چند شبه که تا صبح خوابم نمیبره. همش کابوس های عجیب میبینم. حالا یه استکان چای پیش ما بخور طوری نمیشه که. راستش امرو پیش عاشق بودم. میگفت دنبال یه نفر میگردید که از امسال گلاب پاشو بدید بهش. قرار نبود به کسی بگم. یعنی دیگه سن و سالی ازم گذشته و این کارا برام سخت. میگفت میخواستیم بدینش به من. آره؟ میخواستم.
ولی تو گفتی مردم گلاب میخوان چیکار؟ برو رد سینه زنید. تو مال این کار نیستی عمو جان. عاشق هم اینو میگفت. میگفت باست دل بگیر. منم دلمو جدی که دادم همون. به آقام هم روم نمیشه بگیر. نمیدونم عاشق از کجا میبینست. ولی دیگه مهم نیست. بزن و بدون. زنگ گرفتن که ای بار نیست همون جا. حالا کی هست؟ میشنسیش دختر دایی محمودت یا دختر منطقی همسایتون؟ هیچ کدوم. اسما دختر مش نعمت. چی داری میگی عباس؟ همون که داداشش نون خشکی داره؟ بگو چرا رود نمیشه به آقات بگی؟ خب منم بودم روم نمیشد. تو اگه میخوای زن بگیری باید به آقات بگی، به مادرت بگی. این همه دختر خوب توی آبادی ریخته، دست رو هر کی بذاری نه نمیگه. وقت رفتی سراغ اینا که از اینجا بیرونشون کردیم؟ واسه چی بیرونشون کردیم؟ دختر که بوی گند زایاتشون همه آبادی رو گرفته بود. تازه با همین حرفا بزنم بود سپردم دورا دور هواشون رو داشته باشه. اگه کم و کسری داشتن بهشون برسونه. 10 بار بهشون گفتیم آقا این دام و طیورتون رو این زایات از آبادی ببرین بیرون. بدبختی داره، مریضی داره، گرفتاری داره برای مردم. برای مردم شغلشون اینه عمو جون. دزدی که نمی‌کنن، جرم که نمی‌کنن. اون روز لوله آب حیاتشون ترکیده بود، آب رفته بود زیر نون خشکا، بوی کپک میزنه بالا. اگه شما و صابخونه‌شون پیش دستی نکرده بودین تا همین الانم تو محل مونده بودن. نه خیر عمو جان، بد جوری دلت به این دختره گیره. من اگه حرفی زدم به خاطر خلق الله بوده، به خاطر مردم بوده که اینجا بیرونشون کردی. به خاطر خلق الله؟ خلق الله رو زابرا کردی؟ تو اومدی اینجا حال منو بپرسی یا حالمو بگیری عمو جان؟ من اومدم اینجا حال عاشق گفت بیام اینجا یه چند تا جوون بهتون معرفی کنم واسه گرفتن گلاب پاش. لازم نکرده، من خودم بلدم چیکار کنم. تو اگه راست میگی به فکر آبروی آقات و فامیل آقات باش. اما برو حسیت واسه مردم نمیذارن. یکی هم میخواد بره دخترشونو بگیره سنگ میزه جلو باش. مقرونسیت واسه مردم نمیذارن یک کم میخواد بره دخترشون رو بگیره سنگ میزه جلو باش. خلاصه که حاجی پریشونم، خیلی پریشونم. والا مشتی این خواب تو منم پریشون کرده. چی بگم؟ تو که هر ساله مال تو حلال میکنی و
کمک به مسجد و مستقیم که فراموشت نمیشه. شیخ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. عرض کنم خدمت شما نوکر آقا امام حسینم هستی. من که عقلم به جای نمیره که چرا باید آتیش جهنم به جون مرید اهل بیت بیفته. لا اله الا الله. هر جوری فکر میکنم تو بد نکردی باشتی. بلش کن باشتی. توکلت به خدا باشه. بستی باشتی اون زوج جوونی که سفارششون کرده بودی برای کار به حاج آقا طاهری مثل اینکه کارشون درست کرده. اومدن مسجد ازم تشکر کرده. میگم محمد رضا جان مشتاق قاسم اومده، بهتر نیست بریم ازش تشکر بکنیم؟ سلام مشتی، خوبی؟ سلام علیکم، احوال شما خوب هستین؟ سلام مشتی، خوبی؟ خیلی خوش اومدین. سلام دخترم، الهی شکر خوبم. خب به سلامتی مشغول شدین؟ مشتی ما این کار از شما داریم. آشیخ محمد هم گفته بودن که شما معرفمون کردی. دیگه داشتیم اساسه ناامید میشدیم، میخواستیم مراسم رو بذاریم برای بعد محرم و سفر. خدا خودش وسیله سازه، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. به هر حال دست شما درد نکنه، کارت عروسی هم نوشتیم، مال هفته آینده است. مبارکه، مبارکه. امشب میاریم واسه تون، شما و بتول خانم هم دعوت. انشالله به میمنت و مبارکی، اگه عمری بود خدمت میرسیم. حاج طاهری کو؟ حاج طاهری خودشون تشریف ندارن ولی آقازاده‌شون هستن. تشریف بیارید داخل. بفرمایید. 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 سلام آقا. سلام، احوال شما؟ خوب هستین؟ خسته نباشید. حاج آقا خوب هستن؟ حاجی هم خوبن، سلام دارم خدمتتون. اتفاقا تاکید کردن هر کجا که مشتی باشه حتما کار خیره، بدون معطلی باید انجام بشه. بفرمایید، هستیم در خدمتتون. بفرمایید. بفرمایید. سلام مشتی. بفرمایید. مزاحم نباشم. نه خواهش میکنم. یا الله یا الله یا الله. آقا مهدی در چاله؟ خدا رو شکر بهترم. خدا رو شکر. یا الله بفرمایید. سلام مشتی. سلام، چطور بابا؟ بهتری الحمدلله. قدم رو چشم ما گذاشتی. خدا رو شکر حالشون خیلی بهتره. دکتر گفته عمل کنن میتونن راه هم برن. حالا ایشالله عمل میکنن بهتر میشه. بفرمایید بالا تکه بدید، خواهش میکنم. بفرمایید. اومدیم اینجا یه چایی بخوریم شاه آقا مهدی و یه عیادتی کنیم بریم. بله البته چایی اگه حاضر نیست باشه آشکار. نه خواهش میکنم الان میارم خدمت. آقا مهدی این 5 میلیون تومن رو برات وام گرفتم از صندوق. اثر فکر برگشتش هم نکن، هر وقت داشتی راحت بودی بده. من با حاجی هم صحبت کردم. اصلا فکرشو نکن. شما و بتول خانوم همیشه ما را شرمنده کردین مشتی. خدا خیرت کنه. به خدا مشتی مریضی برام دردی نداره. درد جور کردن این پول چند روز بود عمونم آوریده بود. دیگر نمیدونستم چه خاکی تو سرم بریزم. دیگر نمیدونستم چی کار کنم. خدا خیرت بده. جمع کن خودتو، خانومت داره میاد زشته. جلوش گریه نکن بابا، جمع کن خودتو.
بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. شما هم زحمت افتادی امروز. میشه جان. بفرمایید. ماشاءالله بچه‌هات خیلی کاری‌ان آقا مهدی. دستشون درد نکنه. خیلی زحمت میکشن. غلام شما مشتی. زنده باشین. شما لطف داری. مشتی پاشو شام تو از در نیفتاده. گریه کردی مشتی؟ یه عمره ادامه میشه از حال روز همسایه همون باخر. مگه نمیفهمم تو چی میگی؟ میگم خانوم راستش یه تصمیمایی گرفتم. باز چه تصمیمی؟ نکنه میخوایی زمین پایینیه رو یونجه بخاری؟ من نمیذارم گفته باشم. چقدر هولی شما. بذار حرفمو بزنم. بفهم. من تو این چند سال خیلی بد اخلاق بودم نه؟ واه این چه سالیه مشتی؟ راست میگی. بعد 40 سال زندگی چه سوالیه؟ قوت خسته نباشین. سلامت باشی مشتی. بشینین یه لقمه نون بخوریم بابا. اینم چای تازه دم و داغ. خسته که نشدی؟ مشتی ما بچه نیستیم. میتونیم تا شب یه کله کار کنیم. خسته هم نمیشیم. باریکلا. آفرین. خوبی روستا به اینه که بچه‌ها توش زود مرد میشن. خواهم این زمین رو به اجاره بدم. مرد معامله هستی؟ آره هستم. از امروز نصف کاری. تا اینجا زمین و زراعت از من، از اینجا به بعد کار از تو. سر آبیاری هم یکی دو نوبت میام کمکت میکنم. موقع برداشت محصولم نصف از تو، نصف از من. قبوله؟ باشه قبوله. شما هم شاهد این معامله. باشه. خب بابا شما یه لقمه نون بخوریم من برم ببینم اصلا خوب کار کردیم من با تو معامله کردم یا نه. مرشی اومدیم کار کنیم که صدقه نگیریم. فکر کنم این چیزی که شما گفتید اسمش معامله نیست. صدقه مال اونه که صبح تا شب تو خونه بیار و بیکار میشینه. نه مال کسی که تو ظل آفتاب میاد رو زمین بیل میزنه و عرق میریزه. راست میگید مشری. به سن و سالشون نمیاد ولی انصافا خوب کار میکنه. گفتم دیگه زمینو بدم دست خودشون اجاره خودشون باشه. بله بله و برکه 2000 بیشتر گیر بیارن و در واقع بزنن به زخم زندگی خودشون. خدا خیرت بده.
این نعمت چشه؟ انگار حال و روزش خوب نیست. خیلی وقت از کار افتاد از بنده خدا. دختر پسرش تر خوشگش میکنه. فکر میکردم سر پا باشه. ای عمو، هیچ کس از حال و روز این بنده های خدا خبر نداره تو آبادی. نمیدونن اینا دارن اینجا چی میکشن. امشب میخوایم بعد از نماز مغرب عشا بریم خونه‌شو. به داداشم هم گفتم بیاد تا در مورد ماجرای عباس زمین سازی کنیم. شما مگه صلاح میدونین با چند تا از بزرگترا بیاین تا بریم برشون گردونیم آبادی. گلاب پاشم بدم با اون پسر. عباس میگفت وقتی که خونهشون بود گنگ گرفته بوده، لوله آب حیاتشون میترکه و آب میره زیر نون خشکا و همه جا بود گم میگره. ما که استغفرالله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. از خدا پنهون نیز، از تو چه پنهون؟ چندین بار میخواستم راجبه این بچه و خانوادش باهات حرف بزنم، ولی خیر انشالله. خیلی خوش اومدی. دست ده ممنون. دست شما. من نمیخورم. نمیخورم بابا. خدایا تو این 60 سال بد نبودم. بلد نبودم. تمام عمر هر لحظه به دیدار تو دل بستم. بگو که مهره تو بکسر.
دلم را یک نگاهی کن، تو دریابش که من آن را زهر کس غیر تو شستم. قسمت برای